مهمان من به دانشگاه رفت تا علوم طبیعی بیاموزد و فیزیک نظری آموخت ولی بعدا نظریه پرداز و استاد تاریخ شد و حالا سال هاست که در موضوع تجدد در کشورهای شرقی به تحقیق و تعلیف و تدریس مشغول است و کتاب ها و مقاله های تحقیقی زیادی در این خصوص منتشر کرده است از جمله مجموعه مقالاتی از خود او و دیگران زیر عنوان تجدد آمرانه آیا از نظر او در کشورهایی که روند تجدد با مقاومت روبروست تجدد آمرانه می راه حل مناسبی باشد؟ آقای تورا به برنامه به دیگر خوش آمدید خوشحالم که در خدمتون هستم آقای عطابکی شما برخلاف بسیار دیگه از نظریه پردازان معتقدید که اروپا محور تجدد نبوده چرا؟ من اصلا گمانم بر اینه که اون تجدد یا مدرنیتی که ما ازش نام میبریم اشاره داره به یک شیوه زندگی و نهادهای اجتماعی و سیاسی مرتبط با این شیوه زندگی که تقریبا از میانه قرن 16 میلادی به این سو در گوشه های مختلف جهان شکل گرفت ما یک تجدد نداریم ما تجددها داریم یا اگر بخوایم همسنگ فرنگیش رو به کار ببریم از مادرنیتیز باید استفاده کنیم تا مادرنیتی این نگاه در حقیقت اروپا مدار که تجدد یا مدرنیته رو تنها یک پدیده اروپایی میدونه و زایشگاه این مدرنیته رو فرانسه قبول میکنه مورد نظر من نیست نگاه کنیم به تاریخ بشری میبینیم که تقریبا از میانه قرن 16 میلادی به این سو ما با تلاش برای تعریف تازه از شیوه زندگی روبرو بودیم جان مایه گوهر این تلاش ها در حقیقت در عرصه اندیشه خرد نقاد بوده و در عرصه رفتار اجتماعی فردیت و خودمختاری فردی اما اجرایی کردن اینها سوور مختلف داشته گونه های مختلف داشته در جوامع مختلف بنابراین با این نگاه اروپا مدار من سر سازگاری ندارم خب اگر ام... تجدد و مدرنیته در واقع ملاکی باشه برای پیشرفت در عرصه های دیگه اجتماعی، صنعتی، البی و همه اینها بنابراین چطور نمیشه اروپا رو محور قرار نداد وقتی که ما میبینیم که تمام این تحولات در اروپا بیشتر و زودتر از هر جای دیگر صورت گرفته پس بنابراین اگر که تجدد ترکی گفتم قرار بوده که نیروی محرکه تمام این تحولات باشه خب پس در اروپا باید تجدد اول باشه و برحال محورش اروپا باشه ببینید وقتی که اشاره میکنیم به اجرایی شدن تجدد از میانه قرن 19 هم به این طرف در گوشه های مختلف جهان مطمئنا همه همزمان به این طرح نپرداختن فاصله های ده سال، 20 سال، دهه ها حتی صده ها رو داریم در تاریخ این کاملا به جاست و قابل پذیرشه حتی شما اروپا رو نگاه بکنید تاریخ اروپا شمال اروپا با جنوب اروپا شرق اروپا با غرب اروپا تجربه های کاملا متفاوت داشتن این نیستش که همه قاره اروپا همزمان رو کردن به تجدد نگاه بکنیم در سال های مثلا قرن 16 میلادی 17 میلادی ما وقتی که بحث مذهبی رو داشتیم در حقیقت چه تلاشی کردن اروپا یا تا به درک تازه ای از انسان برسند در بستر روابط آینیشون و همینطور این رو در مثلا شرق ما داریم بنابراین به گمان من این فاصله های چند دهه یا حتی صده کاملا به در تاریخ اما یه چیزی که من اینجا میخوام اشاره کنم نکته ای رو که میخوام اشاره کنم و به این درستی هستش که در یک دوره ای در حقیقت با پدید آمدن استعمار این فرصت متجدد شدن در شرق دچار فطرت میشه یعنی حضور استعمار در حقیقت این مسیر کاملا طبیعی که جوامع انسانی در بود در جوامع انسانی غیر اروپایی داشتن به سمت تجربه کردن تجدد میرفتن دچار فطرت میکنه و نمیذاره مثلا شما نگاه بکنید به هند من نمونه فقط بهتون میدم اگر استعمار نبود در هند هند چه بزاعتی داشت که مسیر خودشو طی بکنه شاید این روزه این چیزی که ما در حال حاضر امروزه از این داریم شاید کاملا یه چیز دیگه ای می میشد متفاوت تر و شاید دهه ها حتی صده ها سرنوشت هند به گونه دیگه رقم میخورد خورد یعنی خواست هایی که مثلا در عرصه تجدد خواهی و مدرنیزه شدن فرض کنیم در کشورهای مثل ایران و کشورهای آسیایی مطرحه با اون چیزی که در اروپا متفاوته نه به نظر من همونطور که عرض کردم جان مایه شون یکیه سقارت رو میخواد از انسان بگیره انسان در برابر جامعه انسان در برابر تاریخ انسان در برابر تمام این حقوق فردی رو در حقیقت میخواد به انسان بده به همین خاطر وقتی که ما نگاه میکنیم تو تحول و تطور تجدد نگاه میکنیم میبینیم که آرام آرام ابعاد دیگه پیدا میکنه تجدد حقوق بشر مطرح میشه حقوق اقوام مطرح میشه حقوق گروه های اجتماعی مطرح میشه حقوق جنسی مطرح میشه انسان آزاد میشه که با اندیشه و جسم خودش آنگونه که میخواد رفتار بکنه و مطرح بنابراین اگر این رو بپذیریم میبینیم که در جوامع شرقی و غربی با در حقیقت رسیدن به این هدف مسیرهای گوناگونی طی میکنه من گاه گمان میکنم دوستانی که دوستان ایرانی که اینقدر بر این برداشت اروپا مدار از مدرنیته تکیه می‌کنن و زایشگاه تجدد رو اروپا میدونن و هی اصرار دارن که چرا اروپا پیش رفت ما پس ماندیم ما باید این کار رو می‌کردیم چرا این کار رو نکرد چرا ما رنسانس نداشتیم چرا ما پروتستانیزم نداشتیم قراری مثل اینکه ما همه اون چیزی که داشته باشیم که اروپا یاد داشتن و دقیقا از همون مسیر بریم این یک نوع تاریخ گرایی استدلال اینها در واقع علت این رو مطرح اینه که به همون دلیلی که این تحولات حالا در عرصه فکری در عرصه دین مذهب و غیره هم پروتستانیسم پیش رو میگین نداشتیم در نتیجه عقب موندیم به دلیل اینکه نمونه یا دلیل عمده پیشرفت کشورهای اروپایی داشتن اونا بوده نه به ب... نظر من اروپا یا به خاطر اینکه یک کلیسای خیلی مستبد کاتولیک داشتن برای قرون و مجبور بودن در برابر این استبداد کلیسایی به اصلاحاتی دست بزنن شما نگاه بکنید در اندیشه آین در آ... آینهای شرقی ما روایت های متفاوتی داریم از اسلام از بوداییزم از هندویزم داریم که لازم هم نیست که دچار همون تحولی بشه که در حقیقت مسیحیت شده یعنی من گمان میکنم گاه روایت این دوستان ایرانی من از تجدد اینجاست که گویا ما در اتاق انتظار نشستیم که شما در اتاق انتظار یک پزشک می نشینید تا نوبتتون بشه خانمی بیاد شما را صدا کنه بگه بفرمایید مدرن میشوید حالا نوبت شماست یعنی قراره که ما همون مسیر تجدد رو طی کنیم که انگلستان طی کرده یا فرانسه طی کرده ولی واقعا اگر منصف باشیم روندی که فرایند تجدد Europa. متفاوت بوده با اکتیار آنچه که ما در فرانسه داشتیم آن رو در انگلستان تجربه نکردیم و فرایند تجدد حتی در آلمان همسایگی فرانسه کاملا متفاوت بوده اون شکل آمرانه ای که ما در آلمان داشتیم آلمان قرن 19 آلمان بیسمارکی هیچ وقت در انگلستان ما اون رو تجربه نکردیم ولی آقای عطابکی شما وقتی که هم به همین ایران رو مثال بزنیم وقتی که انقلاب مشروطیت در ایران صورت میگیره در واقع الگوی بسیاری از انقلابیون در اون زمان و کسانی که میخواستن ایران رو متحول بکنن از اون گذشته استبدادی و خودکامیگی گذشته بکنن الگوشون همون اروپا و بعد بعدها قانون اساسی هم که تدوینشون با الهام گرفته اروپا بود مطمئنا بوده من نمیخوام به این به نقش اروپا نقش جوامع دیگه رو نادیده بگیرم اولا در روایت تجدد مشروطه ما ما همیشه رو کردیم به آنچه که ما چه از اروپا گرفتیم نگاه بکنیم به کارنامه مشروطه و مشروطه خواهان نگاه میکنیم میبینیم نقش هند در سایه قرار گرفته ما در هند نشریاتی داشتیم که چاپ میشد در کلکته و از طریق بخارا و کابل به اصفهان می رسید. ما در تهران می اندیشیدیم. در کلکته چاپ می کردیم در بخارا می خاندیم. یعنی نقش شرق نباید دست کم گرفت در این شکل گیری این تجددی که ما در ایران داشتیم ضمن اینکه من به هیچ رو قصدم این نیست که نقش غرب رو دست کم بگیرم مطمئنا غرب اندیشمندان غربی در این این طرح تجدد ما نقش داشتند شما آقای اتوبکی که از کتابی منتشر کردید در واقع مجموعه مقالاتی است از بسیاری از نظریه پردازان اجتماعی و از جمله مقاله از خود شماست تحت عنوان تجدد آمرانه این تجدد آمرانه البته موضوع بحث است که سالهاست در به خصوص ایران وجود داره بحث نقش رضا شاه بخشیش ناش به همین دامن میزنه به این تجدد آمرانه شما فکر میکنین که ممکنه یک تجدد آمرانه در زمانی که مقاومت خیلی جدی در مقابل هر نوع تحول میشه در یک کشوری روش مناسب باشه ببینید تجدد در ذات خودش آمرانه هست در یعنی به گوهر آمرانه هست. شما میخواهید از نقطه الف به نقطه ب برسید و برخی از جوامع تلاش میکنن راه بسیار سریعی رو طی کنن به اونجا برسن هم کشورهای اروپایی شاهد این تجربه بودن هم در آسیا و ایران عثمانی ما این, این رو تجربه کردیم در کوتاه مدت این تجربه ها جواب میده یعنی نوع دخالت مستقیم دولت دولت به نیابت از مردم وکیل تسخیری ملت میشه برای ملت تصمیم میگیره که چه خوبه چه بده این تجربه رو در بلشویزم هم داشتیم به گمان من بلشویزم یک گونه اجرایی کردن تجدد آمران است در قیاب ملت به نیابت از ملت حزب ترازنوین طبقه کارگر میاد تصمیم بگیره که چه خوبه و چه بده اما اینها میتونه در کوتاه مدت پاسخ بده مطمئنا داد دیدیم در زمان اتحاد جماهیر شوروی در زمان ترکیه کمالیستی و در زمان رضا شاه پهلوی جواب میده و پاره ای از دستاوردها شد تا ماندگار هم میشه اما در ذات خودش بحران زاست تجدد آمرانه چرا به خاطر اینکه مشارکت جمهور مردم رو در این فرایند تجدد سازی بر نمیتابه مردم در حقیقت در هاشیه قرار میگیرن و چون این رو درونی نمی کنن ارزش مدرنیتر و ارزش این تجدد رو در نمی آبن. بسیاری از دستاورت هایی که ما در زمان رضا داشتیم که به نظر من پاره ایشم مانده هنوز بلا فاصله بعد از سقوط رضا شاه از بین رفت شما نگاه بکنید به دست مثل برتا. چی مثلا؟ شما نگاه بکنید که مثلا جایگاه در حقیقت عرفی کردن جامعه فی کردن جامعه رو نگاه بکنید بنابراین آقای عطابکی کسانی از روشنفکران ایرانی مثل ملکم خان مثلا که تلاش کردند که مسئله مدرنیزه با اسلام تطبیق بدن و به قول شما اینها رو عام فهم بکنن که جمهور مردم در این مدرنیزه شدن جامعه مشارکت داشته باشن کار درستی میکردن ببینید آن فهم کرده این مشکلی است که همیشه به ملکم خان میگیرن ایرادی است به یوسف خان مستشار و دوله تبریزی میگیرن صاحب رساله یک کلمه که چرا مثلا تجدد رو آمدی با زبان آینی زبان اسلامی بیان کردی من گمانم در حقیقت همیشه وقتی به این میندیشم یاد این دو بیت میفتم که میگه با یار نو از غم کهن باید گفت با او به زبان او سخن باید گفت لا تفعل و افعل نکند چندین سود چون با عجمی کن و مکن باید گفت این رو نگاه بکنیم تلاش اینها این بوده که در حقیقت جان مایه تجدد رو به زبان بسیار بسیار مردمی بیان کنند و مردم رو در حقیقت بکنند اما این به این معنا نیست که اینا صاحب خرد انتقادی نبودند به کارنامه اینها نگاه بکنیم میبینیم که اینا صاحب خرد انتقادی بودند و بهای سنگینی هم برای خرد انتقادی خودشون پرداخت کردند رساله یک کلمه رو در زندان قزوین چنان بر سر مستشار و کوفتن که چشمش آب آورد از دنیا رفت حالا برگردیم به تجدد آمرانه رضا شاه به نظر شما آقای عطاوکی برای اینکه جمهور مردم در این تجدد شرکت داشته باشند رضا شاه با چیکار می‌کرد با مثلا فرض کن برای تعیین دادگستری یا دادگاه یا ارتش نظرخواهی می‌کرد از مردم به گمان من باید مشارکت بیشتری برای حتی برای نخبگان و خبرگانی که حمایت می‌کردند از رضا شاه قائل می‌شد فرصتی قائل می‌شد توجه کنید که بیشتر اصلاحاتی که رضا شاه اعمال کرد اجرایی کرد در دستور کار رضا بود قبل از اینکه رضا شاه به قدرت بیاد یعنی منور فکرای ایران پیش از رسیدن به قدرت رضا در حقیقت اینها رو خواسته بودن مطرح کرده بودند، در حقیقت روی میز رضا بود وقتی رضا شاه به قدرت رسید اما رضا حتی حضور اینها رو بر نتافت میدونیم چه بر سر تیمورتاش آمد میدونیم چه بر سر داور آمد و دیگران بسیاری خانه شدند و یا مصدق بسیاری خانه نشین شدن بسیاری جلای وطن کردن تغییزاده و باز نگشتن به ایران ببینید وقتی نگاه میکنید میبینید که حتی حکومتی برکشیدگان خودش رو و نقش برکشیدگان خودش رو بر نمیتابه توی این تجدد در حقیقت میبینید که چگونه میتونه این تجدد دیرپا باشه این رو دارم من بهتون میگم نگاه بکنیم مثلا به ارتش نوین ایران ارتشی که دستاورد پهلوی اول بود اما نگاه بکنیم وقتی به ساختار این ارتش از رست تا زیل تمام تصمیم گیری ها آخر سر منتهی میشد به تصمیم شخص شخیص اعلی حضرت یعنی شما را حتی در رده های پایینی میخواستید جابجایی بکنید باید در حقیقت تایید شخص شخیص اعلی حضرت رو در حقیقت لحاظ میکردید در صورت که در کشور همسایمون اگر نگاه بکنید در ترکیه نهاد ارتش مستقل از دولت و مستقل از نهاد ریاست جمهوری شکل گرفت و یک کمیسیون هایی و شوراهای نظامی برای سالها تونستن ارتش رو به عنوان یک نهاد مستقل جدا از دولت نگاه دارن هنوزم این در, در, ترکیه هست دولت ها میان و میرن اتفاقات بی حد و حسابی در ترکیه میفته اما ارتش به عنوان یک نهاد نهادین شده همچنان در ترکیه است این تفاوتی است که من میخوام بین ترکیه و ایران بشوند. خوب, شد مسئله رو مطرح کردید اتفاقا میخواستم همین سوالو بکنم که چطور مثلا در ترکیه وقتی که این تجدد شروع میشه خیلی زود جاشو در بین مردم باز میکنه و مردم در شرکت دارن ولی مثلا در ایران وقتی که رضا این کارو میکنه این اتفاق نمیافته ببنید... این تفاوت بین فرهنگ دو کشور چیه تفاوت ببینید دو نکته اشاره کنم البته خیلی به درازا میگه اگر به اونها بپردازیم تفاوت اصلی ترکیه با ایران دو نکته است یکی اینکه ما یک نوع پیوستگی در تاریخ 500 ساله ترکیه داریم از میانه قرن 15 به این رو ما با یک امپراتوری رو به رو هستیم که بدون وقفه ادامه داره تا سال تا اوایل قرن 20 بعد از جنگ اول جهانی که امپراتوری از بین میره و شکل می گیره. این یک چیز که ما این در حقیقت این پیوستگی رو تو تاریخ ایران نداریم میدونیم بر سر صفویه چه آمد زندیه افشاریه قاجاریه و بعد پهلوی نکته دوم این که امپراتوری عثمانی امپراتوری بوده که اقوام و ملل متفاوت در اینجا زندگی میکردن و حضور این اقوام سطح تسامح و تساهل فرهنگی رو بسیار برده بود بالا یعنی دولت عثمانی باید میپذیرفت که شهروندش مسیحی حقوق برابر داره با شهروند مسلمانش در بسیاری از مناطق بالکان شما اونجا اکثریت جمهور مردم مسیحی بودن و دولت مسلمان عثمانی باید خواستا و منافع این مسیحیان رو در حقیقت احترام میذاشت و قانون اینها رو در حقیقت سیانت می‌کرد. این تفاوت هاست که به پیشینه این دو, دو کشور مرمی گرده و وقتی که نگاه میکنیم آتا بر بسترکت در این گذشته تاریخی میاد کاملا آگاهانه با تو آرام آرام به طرح یک سری از مسائل میپردازه خلافت رو نگه میداره اول سلطنت رو از بین میبره بعد از اینکه سلطنت از بین رفت خلافت رو از بین, بین بیاره خیلی آرام <applause> رضا شاه این نکرد رضا شاه بسیار عجولانه خیال کرد همه چیز رو میتونه در عرض یک یا دو ماه انجام بده ولی بنابر استدلال خود شما آقای بکی که الان گفتین که تجدد آمرانه در کوتاه مدت میتونه جواب بده و نتیجه بده این نمیشه به رضا شاه ایراد گرفت چون شما الان خودتون گفتین که تفاوت بین ترکیه و ایران زیاد بود از جمله اینکه مثلا در ترکیه روند تجدد آمرانه حتی در زمان امپراتوری عثمانی شروع شده بود قبل از اتاتور شروع شده بود بنابراین میشه گفت که رضا شاه هم داشت همین زمینه رو فراهم میکرد وقتی که تجدد آمرانه شروع کرد من به هیچ وجه مهم نیستم که ایرادی به رضا شاه هستش در این زمینه که به هر صورت تلاش می‌کرد که جامعه رو متجدد کنه شکل متجدد کردن این در حقیقت جامعه است که مورد پذیرش نیست و مورد سواله جامعه ایران با جامعه ترکیه فرق داشت ما تقریبا 50 سالی از تحولات ترکیه عقب بودیم و رضا تلاش میکرد که خیلی سریع به خاطر وضعیت آن زمانی جهان خیلی سریع به یک سری خواسته جواب بده اما دیدیم که این خواسته که تلاش برای اجرایی کردن اینها صورت می گرفت کوتاه مدت جواب داد ولی در بلند مدت بحران رو در بطن خودش نگه داشت و دیدیم چه به سر اون تحولات آمد الان مدتی آقای عطابکی که مسئله به نام روشنفکری دینی در ایران مطرحه شاید بشه گفت که خیلی از روشنفکران دینی اتفاقا همون کاری میکنن که شما میگید یعنی در واقع دارن تجدد رو آنفهم می میکنن برای اینکه مردم بتونن گرایش بهش پیدا بکنن و زمینش رو فراهم بکنن و نوعی رنسانس رو بوجود به وجود میارن در شیوه دینی تفکر دینی و نگرششون به تجدد به نظر شما این کار درستیه؟ ببینید اینکه هر انسانی حق داره چه میخواد روشن دینی باشه چه غیر دینی داشته بیا برداشتی داشته باشه از تجدد و در اجرای کردن تجدد این حقوق فردی هر کسه اما من گمان می من کنم مثلا البته روی حقوق فردی نیست مثلا من... که چه اثری روی جامعه میذاره فقط... اثرش باشه از روشنفکران فکران من فقط میخوام عرض کنم که در این حوزه‌ای که شما اشاره کردید روشن دینی یک دستی من بینم بین اینها کسانی هستند که باز سقارت رو از انسان نمیخوان بگیرن به نیابت از انسان میگن شما برید تو خونه کاری به کار ما نداشته باشید ما خودمون وظیفمون انجام میدیم به عنوان روشن فکر دینی برای شما یعنی یک مردم گریزی اینجا ما میبینیم در کارنامه اصلاحات نمونه های بیشماری من میتونم بدم که در حقیقت اجازه ندادن مردم در عرصه حیات اجتماعی فعال باشن مردم در سایه میموندن و برکشیدگان روشنفکران دینی به تعبیر شما آمدن و به نیابت از اینها تصمیم گرفتن اما در حق بین همین روشنفکران دینی رو نو اندیشان دینی شما میبینید کسانی رو که در حقیقت فعال بودن جمهور مردم رو میخوان و میخوان جمهور مردم در حیات سیاسی جامعه فعال فعالتر شرکت کنند و نمیخوان به نیابت از اونها و چیل تسخیری اونها برای اونها تصمیم بگیرن که چه خوب است و یا چه بد است آقای عطابکی تحولات اجتماعی در ایران یک شکل خاصی به خودش گرفته مثلا شما ما انقلاب مشروطیت داریم بعد از انقلاب مشروطیت میرسیم به انقلاب اسلامی در سال 1357 این به نظر شما یک عقبگرد در روند تکامل اجتماعی یا نه با اینکه به اسلامی برای این انقلاب تعیین شده ولی با این حال یک روند تکامل به جلوه به نظر من در بسیاری از حوزه ها ما نسبت به انقلاب مشروطیت عقب رفتیم نگاه کنیم به طرح فردیت و خودمختاری فردی در انقلاب مشروطیت تلاشی که مجلس اول و مجلس دوم کرد برای برنشاندن حقوق فردی و اینکه جمهور مردم در برابر قانون مستقل از آین و نژاد و قوم یکسان هستند نگاه بکنیم به این در حقیقت خواستا و فراخوانهایی که مشروطیت گذاشت در برابرمون در انقلاب اسلامی ما عقب رفتیم در اینجا در این حوزه ها در حقیقت باز وکالت تسخیری رو دادیم تسخیری مردم رو دادیم که خبرگان و نخبگان به نیابت از مردم تصمیم بگیرن و جمهور مردم در سایه بنشینن این رو به نظر من میشه دید در این تحولاتی که ما داشتیم یعنی پس از دید شما عقب گرده به گمان من در بسیاری از اون چیزی که به جلو باشه این یک باره یک خط بکشیم من این رو یک نوع برخورد زادگرایانه میبینم در حقیقت یک سره بگیم که عقب گرده دستاورت های مطمئنا داشتیم که در نادیده گرفتنی نیست اما اگر نگاه بکنیم به حقوق فردی و به اون خودمختاری که فردی که من اشاره کردم به اشاره هم داشتم و تاکید داشتم به عنوان جان مایه تجدد هستش نگاه که بکنیم در دستاورت هایی که انقلاب 1000 1357 داشت و پیامدهای اون ما در حقیقت اینها را از دست دادیم ولی انقلاب ایران در بستر زمانی صورت گرفته سالهایی صورت گرفته بود که تمام اون دستاورت های انقلاب مشروطیت یا بخش زیادی از انقلاب دستاورت انقلاب مشروطیت که نمودش مشارکت مردم در امورات سیاسی باشه از بین رفته بود در نتیجه به نوعی اینو احیا کرد نشه نمیشه خط بطلان کشید به نظر من نمیشه خط بطلان کشید اینجا شما اون اشاره ای که کردید به انقلاب مشروطیت اشاره کردید من داشتم دو تا انقلاب رو یک مقایسه تطبیقی می کردم یعنی یک دوره ای رو انتخاب کردم به عنوان مشروطیت یه دوره ای رو به نام انقلاب و خواستایی که در این دو دوره در حقیقت مطرح شد آنچه به سر دستاورت های مشروطه آمد در دوران پهلوی اول و پهلوی دوم من با شما بسیار هم نظرم که در بسیاری از زمینه ها نه تمامی در بسیاری از زمینه ها ما اون دستاوردهامون رو آرام آرام از دست دادیم حالا آقای عطابکی بعد از جریانات انتخابات ریاست جمهوری در ایران یک تحولات جدیدی در ایران به وجود اومده که به حال جنبش سبز اسم گرفته و بسیاری یک یک جنبش آزادی خواهی و دموکراسی خواهی نو در ایران میدونن در چارچوب نظری های اجتماعی که شما ها دارید این جنبش سبز کجای این جریاناته ببینید من فکر می که ما در صد سال گذشته بیش از صد سال گذشته جنبش های اجتماعی تو ایران داشتیم مثل جنبش تنباکو مثل نهضت مشروطیت انقلاب مشروطیت نهضت ملی شدن صنعت نفت انقلاب 1357 و این جنبش سبز رو من ادامه این نهزت ها و جنبش های اجتماعی میدونم که در حقیقت با هدف متجدد کردن جامعه با هدف روزآمد کردن جامعه داره میره فعالتر از پیش نگاه میکنم به شاخص های این جنبش ببینم که در این مدت چقدر ما متجدد شدیم هرچند که حکومت در برابر تجدد می ایستاد و ایستاد چگونه جمهور مردم مستقل از حکومت به خواستایی رسیدن که اینجا و آنجا نشان این نشانه هایی رو در این تظاهرات میلیونی ما در ایران میبینیم نشانه هایی که انسان میخواد صغیر نباشه با اندیشه خودش با جسم خودش آنگونه که میخواد رفتار کنه و این یعنی گوهر مدرنیته جانمایه مدرنیته یا تجدد خودمختاری فردی بسیار خوب آقای اتابکی شما رفتین دانشگاه که فیزیک بخونید و فیزیک هم خوندین قرار بود دانشمند بشین چی شد که تاریخدان شدید و استاد تاریخ شدید بالا من از نوجوانی به علوم انسانی علوم اجتماعی علاقه داشتم ولی نمیخواستم دست از فیزیک بردارم فیزیک رو ادامه دادم رساله دکترام هم شروع کردم به نوشتن اما تحولات اجتماعی و سیاسی که در ایران پیش از انقلاب بود انقلاب و بعد از انقلاب مثل همه ایرانی ها من رو هم به فکر وارداشت که چه بودیم بر ما چه رفت برای پاسخ دادن به این من باید ابجدخانی میکردم اینجوری پذیرفتم که باید میرفتم از اول تاریخ رو شروع و تاریخ رو اکادمیک دانشگاهی میاموختم و خواندم و به هر صورت رفته رفته از فیزیک فاصله گرفتم خیلی متشکرم تو رجعت از شرکتتون در برنامه به عبارت دیگر ممنون شما, شما. سپاس